با سلام خدمت شما دوستان و علاقمندان عزیز اگر موافق باشین قسمت دوم کمبود توجه رو پی میگیریم و میخواهیم حالا به جنبه های این قضیه بپردازیم اگر خاطرتون باشه تو قسمت اول من اشاره کردم که هسته اصلی آنچه ما به اسم ADHD یا کمبود توجه و تمرکز میدونیم نوعی اختلال در کارکرد اجرایی است و در واقع کارکرد اجرایی وظیفه این رو داره که هنگامی که موجود زنده در مقابل دوراهیهایی قرار میگیره که یکی از گزینه ها یکی از انتخاب ها انتخابی است ساده و لذت بخش ولی کم اثرتر در مقابل انتخابی دشوارتر کمتر لذت بخش ولی در دراز مدت مفیدتر متوصل بشه به نوعی خیشتنداری و گزینه دوم رو انتخاب گفتیم این یک صفتی است که میتونیم فرض کنیم در بین انسان یک توزیع زنگوله‌ای داره بعضیا خیلی خوبن توش همونطور که بعضیا خیلی عزولانی بعضی بعضیا به نظر میاد خیلی راحت میتونن تلاش رو خط مقدم قرار بدن و مقهور و تسلیم نیازهای فوریشون نشن و باز اشاره کردیم که این مسئله به نوعی یک استعاره است و نباید اون رو به صورت در واقع تحت و لفظی ترجمه کرد یا در نظر گرفت خاطرتون باشه مثالی از نیروی گریز از مرکز یا نیروی کوریولیس زدیم که در نگاه اول به نظر میاد نیروی وجود داره که اشیاء رو به دور از مرکز هدایت میکنه در صورتی که این همون حرکت مستقیم الخطه که وقتی در مسیر قوسی قرار میگیره در واقع میخواد به مسیر خودش ادامه بده و این احساس ایجاد میشه که نیروی وجود داره که میخواد شما رو از مرکز دایره دور کنه حالا شاید این مسئله هم در ADHD این گونه باشه اما بذارید این نکته در واقع خیشتنداری و کارکرد اجرایی رو پشت سر بگذاریم و بیاییم به یک جنبه پیچیده تر مقوله ADHD یا این اختلال کمبود توجه دقت کنیم اساس صحبت من اینه یادتون باشه هفته قبلم گفتم گفتم یک کودک پنج ساله که اختلال کمبود توجه و تمرکز داره با یک بالغ 25 ساله خیلی فرق داره در نگاه اول همه ممکنه بگن که خردوشون دارن از یک آسیب شناسی رنج میبرند هر دوشون از یک نقص رنج میبرند ولی حواستون باشه این گونه نیست و این بحث بسیار مهم است که احتمال زیاد شما افراد بزرگسال هستید و دارید این برنامه رو دنبال میکنید به اون دقت کنید شما مشابه یک پنج ساله نیستید که در 25 سالگی قرار گرفته باشید اون اختلالی که در پنج سالگی وجود داشت و کارکرد اجرایی ضعیف داشت بعدا اتفاقهای دیگه روی اون سوار میشه و باعث میشه اون تابلو یا اون نمایی رو ببینیم که در بزرگ سالان هست و چه بسا این خیلی سوالات رو پاسخ میده خیلی از سوالات افراد رو روشن میکنه به عنوان مثال در کودکان خیلی تاکید بر این هست که اگر ADHD شدیده به فرد نوعی محرک بدن مثلا همین ریتالین معروف یا متیلفنیدید و به همون قیاس و به همون تفکر بزرگ سالان هم این باور رو دارن که خب وقتی برای کودکان این به نوعی شاید معجزه میکنه و میگن یک درمان قاطع هست خب چرا من از اون استفاده نکنم و بعد این سوال پیش میاد که من استفاده میکنم از ریتالین استفاده کردم دکسانفتامین استفاده کردم ترکیبات مختلف این رو امتحان کردم ولی مثل که به من اثر نمیکنه مشکلات من برطرف نمیشه اینو میخورم فقط بیخوابی میگیرم قضیه کجاست معما کجاست چگونه میتونیم این تناقض یا چالش رو حل بکنیم چگونه هست که برای یک کودک خیلی مواقع به راحتی این داروها تجویز میشه و اثرات خوبی میبینیم در صورتی که در یک بزرگسال با انواع عوارض و ناکامی ها و سرخوردگی ها مواجه میشیم فرد میگه اینو میخورم ولی تنها اتفاقی که میافته اینه که خب یه خورده بیدارترم شبا خوابم کمتر میشه و گاهی اوقات تمرکزم بهتر میشه ولی زندگیم بهتر نشده چرا؟ چون پدیده های دیگری روی اون هسته مرکزی سوار شدند پس بیاین با هم این پدیده ها رو مرور کنیم یعنی اون هسته اختلال کارکرد اجرایی وجود داشته و بعدا بر اساس یادگیری و اتفاقات بعدی که در زندگی میفته آسیب شناسی های به اون اضافه میشه و دوست عزیز اگر شما احساس میکنی مبتلا به اختلال کمبود توجه هستی بدون فقط این نیست که اون کار اجرایی در کودکی اشکال داشته بدون به صورت سانویه آسیب های دیگری روی اون سوار شده و بیشتر اون آسیب ها هستند که شما رو رنج میدند چرا؟ چون کارکرد اجرایی به تدریج بالغ میشه یعنی خیلی از مواقع این گونه گفته میشه میگه افرادی که ADHD دارن این گونه نیست که کارکرد اجراییشون معیوب باشه به نظر میاد از نظر زمانی نسبت به همسناشون عقبتره شما قضیه قد کشیدن رو در نظر بگیر یه نفر هست که مثلا توی 15 سالگی قد میکشه یه نفر هست تو 18 سالگی قد میکشه این لزوما به معنی این نیست که اون کار کرد در اونها معیوبه دیرتر اون کار کرد تکامل پیدا کرده اون مقوله خیشتنداری یا تنظیم خود یا کار کرده اجرایی اما خب وقتی این مختله و در کودکی در واقع مشکل ساز میشه چه اتفاقایی میفته که باعث میشه فرد از آسیب شناسی پیچیده رنج ببره و دیگه دارو بهش اثر نکنه چون خیلی ها اینو سوال میکنن میگن هی دوز دارو رو میبریم بالا زندگیمون بهتر نمیشه دوز دارو رو میبریم بالا کیفیت زندگیمون خوب نمیشه حالمون خوب نمیشه مشکل کجاست آیا دارو ایراد داره آیا چجوره که چند سال پیش میخوردم بهم کمک میکرد الان کمک نمیکنه جواب اصطلاحی است که ما در اسلاید شماره سی و چهار داریم یادگیری های بعدی این خدمتتون کنم که من اسلایت ها رو هم در تلگرام خدمتون میذارم بذارید دوره تموم بشه که یک پارچه باشه و اون شکل نهاییش رو خدمتتون ارائه بدم این یادگیری های بعدی یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم فرد یک اختلال توجه در دوران کودکی و نوجوانی داره ولی به واسطه ی اون اختلال که اتفاقا ممکنه سه چهار سال بعد برطرف هم بشه یه سری عوارضی به جا میذاره که الان داره اذیتش میکنه مثل چی؟ من مثال هایی براتون بزنم احساس متفاوت بودن فرد سر کلاس هست بقیه خیلی سریعتر درس یاد میگیرند بقیه خیلی سریع مشقشون رو تموم میکنند بقیه نمره انضباط خوبی میگیرند ولی اون حس میکنه که من نسبت به بقیه ناکارآمدترم مشکل دارترم در واقع میشه اینجوری گفت که نسبت به بقیه نارستری و این نارسی باعث این آسیب ها میشه احساس شرم میکنند شما تصور کن وقتی همه تکالیفشون رو آوردن و این همش یادش میاد صبح یادم رفت بذارم تو کیفم و این هر هفته داره تکرار میشه و وقتی اومدن نگاه کردن اون بزرگ ساله الان چه بسا اختلال توجه و تمرکزش دیگه خیلی شدید نباشه ولی اون احساس شرم احساس متفاوت بودنه باقی مونده یا چیزی که ما خیلی به اون بر میخوریم و به نظر میاد یک مسئله جدی هست تعلل در انجام کارها پروکرستینیشن یه چند دقیقه راجع به هم صحبت خواهم کرد یا احساس بدهکاری راجع به این هم صحبت خواهم کرد و شما خواهید دید که ملغمه ای از مثال هایی مثل اسلاید شماره 35 هست که بخش عمده از مشکلات شما ی بزرگ سال رو ایجاد میکنه و برای همینه که دیگه مصرف یک محرک براتون معجزه نمیکنه و دوست عزیز از این دکتر به اون دکتر رفتن از این محرک به اون محرک رفتن دوزش رو پایین بالا کردن گاهی اوقات حس میکنی هیچ کمکی بهت نمیکنه پس بیایم چند دقیقه راجع به این عوارض ثانویه صحبت بکنیم ببینید چقدر در خود شما هست و در قسمت سوم ببینیم برای اینا چه راهکارهایی توصیه میشه یک یافته جالب توی افراد مبتلا به اختلال توجه و تمرکز بزرگ سال هست بهش میگن بدهی اجتماعی Social debts و جالبه وقتی اومدن بررسی کردن دیدن که خب شما اینجوری فکر کن بیشتر موارد من در کودکیم یا تکلیفم جا میمونده یا دیرتر از بقیه امتحان رو تموم می کردم یا بالاخره می اومدم اونجا خودکارم جاموند پاککنم گم شد نمیدونم پول اتوبوس نیاوردم پول غذا نیاوردم یه چیزهای خیلی ساده که برمیگرده به همون کم بوده توجه ولی کم کم این احساس رو در افراد ایجاد میکنه که من بدهکار بقیه چون وقتی میای اونجا شما وقتی دیر میرسی وقتی میای اونجا میبینی خودکار نیاوردی همین چیزای ساده وقتی میای محل کار میبینی که ای بای باز مثلا شارژرم جامون اتفاق دیگه افتاد همش از دیگران داری کمک میخوای و دیگران به نوعی به دادت میرسند حتی در امور خیلی سطحی و ساده و بعد کم کم شما احساس میکنی که من بده کار دیگر دیگران دیدی اون روز به دادم رسید سویچ هم جامون تو ماشین اون اومد مثلا اهرم انداخت در ماشین رو باز کرد نمیدونم داشتم میرفتم یه دفعه متوجه شدم بنزین یادم رفته بزنم اون اومد زود کمکم کرد ولی همین اتفاق ساده و تجمع تدریجی اون یک نوع روحیه بدهکار معابی در افراد ایجاد میکنه حالا چرا من دارم روی این تاکید میکنم برای اینکه اومدن دیدن یکی از سنگ بناهای درمان در بزرگسالان اینه به خودت این جمله رو بگو آره درست من اختلال توجه و تمرکز دارم ولی بدهکار بقیه نیستم این احساس بدهکار بقیه بودن خودش یه چرخه ای از عوارض عجیب غریب ایجاد میکنه مثل چی خب شما وقتی فرض کن دیر میرسی وقتی یک قرار مقرر داشتی یادت میره شما شروع میکنی جبران بیش از حد کردن این سوشال رو میخواید باز پرداخت کنی دیگه و در, در, واقع در ازای یک کمک شاید ساده یک خودکار امانت گرفتن پول تاکسی جامونده گرفتن مجبور میشی میبینی یه مهمانی مفصل بدی چون حس میکنی شرمنده بقیه هستی احساس میکنی که خب اون لحظه رسید به دادم و من باید یه جوری جبران بکنم و این جبران کردن شما رو مرتب بدهکار و بدهکارتر میکنه حالا ما در روابط اجتماعی مسئله رو داریم احساس بدهکاری اجتماعی یکی از آسیب شناسی های جالبه و دیدن مثلا در گاهی اوقات در بعضی اقلیت ها اتفاق میفته در گروه های اتفاق میفته که احساس انگ دارن در گروه هایی که احساس میکنن که خب دیگران دارن بهشون لطف میکنند و این احساس در بسیاری از افراد ADHD هست من یه جوری مخل آرامش مخل نظم دیگران شدم شرمنده پس همتون شام مهمون من شرمنده بده من اون کارت رو انجام میدم و گاهی اوقات میبینی اینا اون معاوضه که انجام میدن واقعا نابرابره در ازای یک کمک چند دقیقه‌ای که یکی بهش کرده و او رو از مخمسه در آورده او یه بدهکاری بالا بار آورده و داره کلی برای طرف مقابل کار انجام میده و همزمان این افراد چون این قضیه درشون تکرار شده شما دقت کن باز برگردیم به همون چیزی که هفته قبل گفتم گفتم شما وقتی تمرکزت خوب نیست یه اشتباهایی میکنی یه لغتی از دهنت در میره یه جا یه بیادبی میکنی یه جا نمیدونم ممکنه یه لحظه هیجان خود رو کنترل نکنی یک کلمه بدی به یکی بگی فوشی بدی خب اون فوشه ممکنه بگی که یه آسیب به اون طرف زد ولی گاهی اوقات با تکرار این قضیه شما میبینی داری جبران خیلی عجیب قریب میکنی برای اینکه از دل طرف دراری و این داستان توی تعادل های اجتماعی بررسی شده اگر شما یک احساس مزمن بدهکار بودن به بقیه داشته باشی مرتب قسطات سنگین میشه و گاهی اوقات میبینید در کنارش یک ناتوانی از امتناع هم شکل میگیره این ناتوانی از امتنا در دو جا میاد یکی اینه که خب توجه و تمرکزت پایینه دیگر اینکه احساس میکنی چون قبلا طرف به من یه لطفی کرده و اون لطف همچین شاهکاری هم نبوده بنزین یادم رفته بزنم اومده کمک کرده بنزین زده خب درسته حالا زحمت افتاده ولی دیگه از جان خودش نمایه نذاشته که ولی شما حس میکنی که ها اون روز من شرمنده شدم پس حالا که میگه بیا مثلا قبول کن 50 صفحه کتاب رو من ترجمه کن من میپذیرم یعنی یه جوری می میبینی و اینا خیلی هاشون اینو میگن میگن ما همش گیر میکنیم تو مخمسه میفتیم یعنی اون مخمسه افتادنه بیشتر از اون کاهش توجه و تمرکز از که زندگی اینا رو مخل کرده هی hey, تلمبار میشه به این قول دادم به اون قول دادم برای اون میخوام کار کنم و بعد چرا نمیتونی نه میگه همش اسم میکنم بدهکارم اون اون لحظه به داد من رسید یا من نسبت به بقیه متفاوتم من چند جا قبلتر اینجا برای شما گفتم احساس متفاوت بودن خب همه مرتب نشسته بودن من اونجا مثلا وسیلم یادم رفته بود یا اینی که نمیتونستم یه جا بشینم وول میخوردم و بعد همه توجه میکردن و چون توجه میکردن یه جور احساس کردم که من آدم بدم یا آدم آسیب دیدم و این توی درمان خیلی مهمه یعنی افراد حس کنن که ببین متفاوتی ولی پایینتر از بقیه نیستی چون وقتی اگه قرار باشه که شما همش توی جلسه نشستی و مثلا قرار سکوت رو سر کلاس رعایت کنی اونی که خودکار از دستش میفته نمیدونم چایش رو میریزه رو میز حس کردی چقدر احساس دستپاچگی داره حس کردی چقدر احساس شرمندگی داره در صورتی که خب حالا همچین فاجعه ای صورت نگرفته و بابت اون ناتوان میشه از امتنا که تازه البته این ناتوانی در امتنا بخشش هم میتونه باز به همون کارکرد اجرایی برگرده که گفتیم تکانه ای یه چیزی رو آره میگه پس شما نگاه کن خیلی از مواقع به جای اینکه فرد ریتالین بخوره به جای اینکه سعی کنه تمرکزش رو درست کنه اومدن دیدن تو درمان یک مهارتی رو کسب بکنه که ببین تا میتونی به دیگران نه بگو یا جوابی رو که میخوای به افراد بدی توش عمدن وقفه بنداز یعنی الان یکی زنگ میزنه الان میتونی این کار برای میتونی این قول رو ازت بگیریم اجازه بده فردا به زنگ زنم خدافظ اینو میذاره و این باعث میشه که اون لحظه اون تکانهای بودن به اضافه اون احساس دین باعث نشه یه بدهی پیدا کنه و جالب این بدهی ها در واقع میشه گفت بهرهشون روی همم هم سوار میشه و حالا دوست عزیز شما میگی من هر چه قدم ریتالین میخورم خوب نمیشم خب ریتالین که بدهی اجتماعی شما رو درست نمیکنه این جبران بیش از حد شما رو درست نمیکنه ناتوانی در امتناع شما رو نمیاد اصلاح کنه اونا کار روانشناختی میخواد اونا کار تغییر سبک زندگی میخواد که این افراد از اون قفلت میکنن و بعد تعجب میکنن که چرا خوب نمیشن و گاهی میگن میگن نکنه تشخیص اشتباه یا اصلا همون بحثیه که در جلسه قبل داشتم خدمتتون تشخیص اینجا دیگه خیلی مهم نیست آسیب شناسی و فرایندهای بعدی توش سوار شده حالا یه آسیب شناسی دیگه هم روی همون نقص توجه سوار میشه اونم پدیده یه تعلل در امور حالا این میگم چون این مبحث رو بیشتر برای کاربردیش انتخاب کردم خیلی نمیخوام به اون مکانیزماش بپردازم که چرا اینایی که ADHD دارن همه کاراشون رو میذارن دقیقه آخر چرا همه کاراشون با تاخیر انجام میشه چه اتفاقی میفته به نظر میاد که این آسیب شناسی ها رو هم سوار میشن و دوچار سندرومی میشن که میگن پایان نامم هم میشه آخرین لحظه است تحویل اون مسئولیت هم تو آخرین لحظه است تو دقیقه نود همه چی رو انجام میدم و در واقع خیلی از اونا بیش از اونی که عملا از اون کاهش توجه به معنی کلاسیک و آناتومیک، نورو آناتومیک و نوروساینسی علوم اعصاب رنج ببرن از عوارض ثانویش رنج میبرن که یکی از شایدترین عوارضش همین پدیده ی تعلل یا پروکرستینیشن که همه چی میفته عقب همه چی میفته عقب و شما میتونید فکر کنید که بدهی اجتماعی به اضافه ی تعلل چه جهنمی برای شما درست میکنه طرف زنگ میزنه از شما درخواست داره احساس بدهکاری میکنی سری میگی باشه انجام میدم بعد از اون ور اونم عقب میفته وقتی عقب افتاد شما حس میکنی پس چرا قول دادم من چرا به این فرد قول دادم خودم ها انداختم تو مخمسه میای جبران بیش از حد کنی جبران بیش از حد شما اونم عقب میفته و چه بسا میبینی اصلا یک منجلابی میری توش که اون هست که اذیتت میکنه وقتی میایم چرخه یه تعلل رو تفسیر کنیم بذارید یه ذره راجع به این تعلل صحبت کنیم حالا فرصت شد در جلسات آینده به صورت مستقل بهش میپردازیم دیدن این چرخه معمولا این اجزا رو داره در اسلاید شماره سی و هشت هستیم با یک اجتناب شروع میشه حالا این اجتناب از نقص کارکرد یا کارکرد اجرایی چگونه نشأت میگیره های مختلفی ازش هست ولی اساس تئوری اجتناب اینه میگه وقتی شما یه کاری کر... نکردی و ازش اجتناب کردی و استرابتو تو کاهش داد این سرمنشأ یکی از مشکلات جدی روان انسانه اگر شما یکی از فرایندهای مشکل ساز و معیوب روان رو می‌خوای شناسایی کنی یا اصلا بگیم ابر فرایند در استراب اجتماعی دیده میشه در تعلل دیده میشه در انواع ترس های مرزی دیده میشه در وسواس‌ها دیده میشه برای همینه من میگم خیلی دنبال این نباشید بگین تشخیصم چیه ببینیم آسیب شناسی کجاست میگن یک ابر آسیب شناسی این رفتارگره ها کشف کردن و به نظر میاد یکی از نقاط بسیار مهم اشکال در رفتار ماست میگه من از یه کاری اجتناب میکنم که اون کار سریع استراب منو کم بکنه ولی این اشتراب در دراز مدت به افزایش استرابم مثال شما فرض کن تقویم رو نگاه میکنی او امروز اول آذر هست و بعد شما برمیگردی میگه امتحان چقدره ولش کن بهش فکر نمیکنم خب برو نگاه کن ببین امتحان چندم تقویم بلش کن اصلا میرم سراغ تقویم استراب میگیرم بذار بی تفاوت شم بی خیال شم شروع میکنی یه کار دیگه کردن شروع میکنی بازی کردن شروع میکنی بازی کامپیوتری شروع میکنی در واقع با دوستات چت کردن و غیره چرا این کارو میکنی میگه اون لحظه فکرش میاد سرم استراب میگیره پس این اسلاید 39 رو نگاه کنین این خیلی جاهای زندگی به دردتون میخون. هر جا حس کردید از یه چیزی دارین اجتناب میکنین که استرابتون رو موقت کم کنه بدونید دارید یه چاله برای خودتون میکنید و احتمال داره این چاله رو هی عمیقتر کنید و تو تلاش بیفتید مثال واضحش رو حالا من در قضیه استراب اجتماعی خواهم گفت خیلی ها میگن ما تو جمع نمیتونیم صحبت کنیم سخنرانی نمیتونیم بکنیم تو کلاس از ما سوال میکنند ما یه دفعه به هم میریزیم بعد ازش میپرسیم که خب برای اینکه تو کلاس به هم نریزی چی کار میکنی؟ میگه میرم اون تهم میشینم یا وقتی استاد داره سوال میکنه من سرمو میندازم پایین یا مثلا فا... خودکارو میندازم زمین دلاشم اونو بردارم که نگه آقا شما بگو این یعنی چی؟ یعنی من یه اجتناب میکنم که استرابم کم بشه و احساس یک آرامشی هم میکنه آخش به خیر گذشت آخش تا اومد سوال کنه شما بگو من یه زرفتم عقب دو تا دوستان اومدن جلو منو ندید ولی قافل از این هستی، که این فرایند در کوتاه مدت استراب تو کم میکنه ولی در دراز مدت بدتر میشه پس یک ابر آسیب داریم که این ابر آسیب در واقع چگونه درست میشه اینه که برعکس شما مواجه بشی یعنی عمدن کاری بکنین که استراب تو اون لحظه زیاد شه خیلی از اینایی که تعلل دارن میگن ببین مثلا امتحان داریم و این متن هست قرار من این فرض کن متن کتاب رو بخونم اصلا کتاب رو ورقم نمیزنه میگه ببین وازش میکنم یه جور میشم این کتاب رو باز میکنم یه احساس استراب میگیره یا اصلا فکرش رو میکنم کتاب رو میبینم یه جوری میشم خب پس نگاش نمیکنم این میشه اجتناب و این اجتناب افزایش میده در دراز مدت تعلل رو پس من با چه کار کنم باید خودت رو مواجه کنیم میگه آخه سخت یه جوری میشم اصلا عرق سرد میکنم وقتی میبینم حجم کارهایی که مونده میگه آره ولی باید بری تو دلش و به همین دلیل هست که یک ابر مداخله درمانی اینه که بری تو دلش و مواجه بشی حالا به دلایلی افراد ADHD به نظر میاد بیشتر دوچار این تله میشن اجتناب میکنند و وقتی اجتناب کردن استرابشون کم میشه پس استراب میاد پایین اما مشکل که حل نشد شما الان تقویم رو نگاه نمیکنی که امتحان کیه ولی امتحان که ناپدید نمیشه امتحان سر جای خودشه پس هرچی میری جلوتر اجتنابت بیشتر میشه ولی استرابه دیگه پاک نمیشه شما میدونی مثلا پونزده هم بیستم هم امتحان هست الان اول ماهه ولی هفت روز دیگه دیگه نمیتونی اینقدر خودتو گول بزن حالا یه کارش میکنم حالا یه کارش میکنم استراب شما بیشتر میشه پس همینطور که میریم جلو شما استرابه بیشتری رو تجربه میکنی از حجم کارهایی که مونده و چه بسا به اجتناب خودت میافزایی در مرحله بعد چه کار میکنی؟ همینجور که دیگه نزدیک میشی به اون عامل استرابزا گاه یوقات یه دفعه وحشت میکنی یه روز صبح چهار صبح با احساس خفگی از خواب میپری یه دفعه حس میکنی آی قلبم حمله پانیک میکنی ببین چقدر بیماری ها تو دل همند و میبینی چرا من میگم اینقدر اصرار نکن تشخیص من چیه آیا من دو قطبی ام آیا من اختلال شخصیتم آیا من ADHD ام آیا من استرابم آیا من پانیکم هم؟ اینا همه به هم دیگه تبدیل میشه یعنی ADHD تبدیل به حمله پانیک میشه یکی اینو بگی میگه آخه چه ربطی دارن اصلا به دا هم ربطش اینجوریه که با اون لحظه ای که نمیتونی تمرکز کنی کار رو میندازی عقب یه لحظه حس میکنی ولش کن از ذهنم بیرونش کردم به یه چیز دیگه دقت کردم اینجور حواسمو رو جمع نکردم یعنی شاید یکی باید شما رو بگیره اینجوری نگاه کن میگه آخه دلشوره دارم بذار یه دیگر نگاه کنم میگه نه نگاه کن تا اون استراب مواجه بشی و کار رو جلو ببری ولی هی اجتناب میکنی تا اینی که استراب به حد خیلی زیاد رسید اونجاست که وحشت میکنی حالا بعدش چی میشه بعد از پانیک جالبه ایدیشتی ها یه اشتباه دیگه دامن میزنند اونم یه دوره به شدت پرکار درست میکنه حالا تو زندگیتون دقت کنید نیازی هم نیست حتما عیدگشتی باشین گفتم من با تشخیص شاید خیلی میانه خوبی ندارم کارت نباشه فرایند رو نگاه کن این فرایند تو همه ما هست وقتی پانیک کردی شروع میکنی قهوه رو آماده میکنی چای آماده میکنی صبح زود بیلا میشی ندیگه باید بشینم سری تمامش کنم و آنچنان تلاش میکنی که افرادی که هیچ وقت شما رو اینگونه ندیدن میبینن میگن اصلا پلک نمیزنه از جلوی کامپیوتر نمیره کنار داره تونتون تایپ میکنه نشسته تونتون داره اون تکالیف عقب مونده رو انجام میده یک دوره بیش تمرکز شکل میگیره حالا بعضیا میگن ببین این آسیب شناسیشو نمیخوایم باز کنیم پر... کلی تئوری های مختلف هست میگن این شاید توان ایجاد هایپر فوکس هست که این تله رو درست میکنه چون نگاه کن شاید اینجوری براتون بگم اگر شما تو این چرخه هستید اسلاید چهل رو داریم میگم بعد از حمله پانیک نتونی کاری بکنی و افتضاح بشه رد بشی آزمون رو از دست بدی به اون ددلاین به قول معروف اون خط پایان نرسی به زلبر عجل نرسی دفعه بعد درس عبرتی برات میشه که شاید این کار رو نکنی ولی اگر شما این توانمندی رو داشته باشی که بتونی تو لحظات آخر به هر زوری شده بشینی و سنگین کار کنی درسته به ظاهر خلاص میشی ولی یه جوری این رو یاد میگیری که تو لحظه نود هم میشه از مخمسه در اومد و خیلی ها میگن اون هایپر فوکس یا اون توان بیش تمرکز در افراد به ضررشون تموم میشه در دراز مدت به ضررشون تموم میشه چون یاد میگیرن که ببین اب نداره اون لحظه آخر به هر زور و جون کندنی است من قضیه رو حلش میکنم در صورت که اگر شما این توانمندی رو نداشتی ببین اینی که من بتونم 48 ساعت نخوابم و بشینم تایپ کنم کتاب بخونم خب یه توانمندی دیگه ولی این توانمندی به ضررت تموم میشه پس چه بسا آنچه که باعث میشه شما تو این چرخه گیر کنی اون توانمندی است یعنی اگر این چرخه رو نداشتی دو سه بار نقره داغ میشدی قشنگ احساس میکردی که او ضرر کردم پرید فرصت از دستم پرید توبیخ شدم و دفعه بعد دیگه قول میدم از همون روز اول شروع کنم این کار کردم ولی نه شما دیدین بعضی از دانش آموزا دانشجوها اون لحظه آخر میگه این همه جزوه 200 صفحه جزوه رو خوندید توی شب آره نشستم تا صبح بیدار موندم و چه بسا اینجا ریتالینم به دادش میرسه ولی فراموش نکن اون دوره بیش تمرکز یا پرکاری که به نظر میاد افراد ADHD این توانمندی رو دارند بیشتر از بقیه باعث میشه که از این مخمسه موقتا در بیایی خب حالا این چه ایرادی داره تو چند دقیقه آینده میگم بهتون یکی از ایراداش اینه خستگی بعد از تلاش پیدا میکنی یعنی بعد از اینی که اون چهار پنج روز حسابی جونگندی پنج روز تمام میفتی تو رخت خواب این سناریویی که امتحان که گذشت دیگه اصلا حس میکنم باتری خالی خالی شده افتادم اصلا نمیتونم تکون بخورم این آیا خوبه یا نه به نظر میاد این درد سرساز میشه شما حتی تو اتومبیلت هم این کار رو نمی کنی. مثلا اینقدر گاز بدی که اون اغربه بره روی خط قرمز و بعدش بگی حالا خب چند روز میخوابم به این میگن چرخه مشکل ساز فراز و نشیب یا فراز و فرود بوم باست اکتیویتی بوم باست اکتیویتی یعنی من یه چند روزی حسابی جوم میکنم با یک بیش تمرکز عجیب قریب البته بیش تمرکز هایپر فوکس تعریفش در ADHD چیز دیگری است این است که اینا خیلی از مواقع میتونن مثلا ساعتهایی روی پدیدهایی که خیلی علاقه دارند یا خیلی انگیزه دارن تمرکز کنند و بیش از من و شما تمرکز کنند ولی این پدیده بیش فعالی یا اون بیش از میخوام بیش فعالیتی اون حالت بوم باعث میشه که یه لحظه بعدش تخلیه بشن و بعد چند روز بیفتند پس شما اگر در زندگیتون داری اینجوری کار میکنی که چند روز حسابی عین چی جوم میکنم تلاش میکنم بعدش چند روز دیگه اصلا ولو میشم دست به سیاسفید نمیزنم داری خودت رو مستعد یک نوسان خطرساز میکنی و مثل یک پاندول این کم کم دور بر میداره و همینجور که میره جلو شما میبینی این داره یه سبک میشه یه سبکی که چهار پنج روز حسابی جان میکنم و چهار پنج روز حسابی افتادم و هرچی میرم جلوتر این فعالیت ها بیشتر شده مثلا من یادم نزدیک امتحانات مثلا سه ساعت درس میخوندم روزای عادی یه ساعت درس میخوندم ولی کم کم داره اینجوری میشه روزای عادی هیچی نمیخونم همش به بتالت میگذره و بعد نزدیک امتحان از 24 ساعت 22 ساعتش رو دارم درس میکنم این لنگر ورداشته این پاندول داره نوسان میکنه این چی هست؟ یک عادت ثانویه است. پس به نظر میاد بوم باست اکتیویتی در قالب یک عادت ثانویه کم کم شما رو دچار این آسیب جدی میکنه و افراد اینجوری تلقی میشن که این بیشتر اوقاتش رو داره شاید لغت خوشایندی نباشه ول میگرده و بعد اون چند روز حسابی داره مایه میذاره و این عادت ثانویه داره کم کم رو روانش اثرات مخرب رو میذاره یعنی چه بسا اگر شما میتوسی در فعالیت های روزمرد به جایی که این نوسان رو داشته باشی یه نوسان کم داشته باشی مثلا بگی من شب امتحان نیم ساعت یا یه ساعت بیشتر درس میخونم وقتی به ددلاین به اون خط پایان دارم میرسم دو ساعت بیشتر گذاشتم تمومش کردم ولی اینجوری نیست که نمیدونم 24 ساعت تمام کار کردم و بعد چند روز الان هیچ کاری نمیکنم دست به سیاست سفید نمیزنم این عادت ثانوی است و دوست عزیز این عادت ثانویه رو دیگه ریتالین نمیتونه درست کنه و آنچه که شما رو زمین میزنه اینه نه اون عدم توجه مختصری که شاید الان دیگه تو اون سن بزرگسال با خیلی دیگران تفاوت نداشته باشه پس حواستون باشه این چرخه شکل نگیره این چرخه مثل همون منتال رات اون شیارهای روانی که تو بخش نشخار راجبش صحبت کردم کم کم عمیقتر میشه و همه سبک زندگی میشه پنج شش روز حسابی کار میکنم در روز افتادم اینجاست که به غلط میان میگن شما دو قطبی هم هستی ببینی؟ ببینی چه جوری شبیه هم میشن و برای همینه من میگم خیلی شما به تشخیص کاری نداشته باش یه جوری احساس میکنی که او من چندین روز اصلا حال ندارم دمق کسل یه جا افتادم حتی فنجون چای نیمه کاره رو میز مونده دو روزه ولی در عوض چند روز قبلش حسابی نمیدونم پنج تا پروژه رو تموم کردم و یه نفر ممکنه میگه ها این دو قطبیه نه میگم باید حواستون باشه فرایند رو بشناسید حالا به غیر از اینا یک عنصر دیگه هم شکل میگیره یه چند تا اسلاید برگردم عقب این اسلاید اصلی ما تو چرخه تعلل شماره چهل هست بهش میگن خوشبینی غیر محتاطانه خوشبینی غیر محتاطانه و جالبه تو افراد ADHD این خیلی زیاد میشه بازم حالا من تشخیص رو دارم به کار میبرم منظور من بها دادن به تشخیص نیست شما به اون فرایندی نگاه کنید که از بیرون که نگاه میکنی مثل نیروی گریز از مرکز به صورت ADHD در میاد خوشبینی غیر محتاطانه یا این کاشس این چیه این کاشس خوشبینی غیر محتاطانه ببین وقتی این پاندول گفتم خیلی نوسان کرد خب این از نظر عادتی و رفتاری برات یه مشکل ایجاد میکنه به غیر از عادتی و رفتاری از نظر باورها و شناختی هم برات مشکل ایجاد میکنه کم کم شما اینجوری میشی نگران نباش میرسم خدا بزرگه من همیشه تونستم کارا رو تو لحظه آخر برسونم میلیمتری رد کنم و روزای دیگه حالا وقت زیاده میدونی من تو اون 24 ساعت آخر میتونم همه اینا رو انجام بدم پس وقت زیاده پس چند دقیقه رو الان دارم ضرر میدم نگران نیستم پس میبینی این باور اینجوری میشه که وقتی شما یه فعالیت مهم داری قبلش احساس میکنی هیچ اشکالی نیست میرسم او اصلا وقت عین چی ارزونه میتونم چند دقیقه از دست بدم بابا یه بار دیگه بازی میکنم یه بار دیگه میشینم این فیلمو نگاه میکنم او حالا کوتاه امتحان اگر همین یه چند دقیقه بذم مشغول شم بعد سریع برمیگردم نگران نباش قصه نخور یه کاریش میکنم و روزهای آخر بالاخره یه رای پیدا میکنم خودم از این منجلاب و مخمسه درارم به این میگن خوشبینی غیر محتاطانه. این کاش سابتون این کاشس آپتیمیسم در افراد ADHD یکی از آسیب شناسی های اصلیه همونطور که مثلا ما میگیم اینایی که تک میزنن روی موتور یک آسیب اصلی دیگه یعنی احساسش اینه که چیزی نمیشه یا چندین بار تا حالا این کارو کردم هیچی نشده چند هم از رو ترک موتور افتادن ولی خوشبختانه هیچی نشده پس احتمالا من خیلی مهارتم زیاده اینا هم یه احساسی دارن که همیشه در اون لحظات نهایی اون مهارت عجیب غریبشون رو رو خواهند کرد و مشکلی براشون ایجاد نخواهد شد این حتی به تشدید تعلل منجر میشه به تشدید چرخه فراز و فرود منجر میشه و خیلی از روان درمانی های ADHD روی این سواره که چرا الان داری اینقدر با میتونم بگم اسراف گونه وقت تو هدر میدی خیلی میگن تو اون ده روز اصلا عجیب مثلا هشت ساعت علکی گذشت در که اون روزهای آخر یه 15 دقیقه که میخوام از میخوام برم شوی توالت اونجا هم با خودم مثلا یه جزوه میبرم یه قسمت رو پوشش بدم در صورتی که اونجا هشت ساعت هشت ساعت به باد میدادم این از این کاشس اپتیمیزم برمیاد باز آسیب شناسی های دیگه حالا اینا رو چرا دارم میگم که بگم همه چی اون اختلال لب پیشانی و اشکال کار کردی نیست بعدا یه چیزهای دیگه روش سوار شده و برای همین هم هست که درمانش خیلی پیچیده میشه درکش پیچیده میشه و با یه دونه قرص هم به این راحتی درست نمیشه دیگه چه اتفاقی میفته میگن نوعی کمالگرایی در شروع در این افراد شکل میگیره اصطلاحا میگن فرانت اند پرفکشنیسم فرانت اند پرفکشنیسم ما اگر بخوایم توصیف زمانی کمالگرایی رو بکنیم دو نوع کمالگرایی یا کمال طلبی داریم کمالگرایی در شروع یا فرانت اند پرفکشنیسم و دیگری کمالگرایی در انتها یا بک اند پرفکشنیسم بذارید از اون انتهای توضیح بدم شما یه متنی رو نوشتی میگن که خب متن رو بفرست دیگه این پایان نامه هست نمیدونم اثر هنری هست بذار یه بار دیگه نگاش کنم بذار یه بار دیگه بخونم بذار یه بار دیگه شم غلط نداره این بیشتر به شخصیت های وسواسی و کمال طلب برمیگرده. اما ما یه نوع کمال طلبیه دیگه هم داریم کمال طلبی در شروع در واقع فرانت اند پرفیکشنزم این چیه؟ تا زمان مناسب و لحظه موعود پیدا نشه کار رو شروع نمی کنم. مثلا امروز نگاه کن من میخوام از فردا شروع کنم مطالعه فردا که بیدار میشه ببین امروز من مجبور شدم برم برای صبحانه مثلا شیر و نون و اینا بگیرم بعد امروز هم رفت دیگه یا آخ امروز رفت یعنی چی مثلا شما الان تازه نوه صبحه میگی نه دیگه نه میخواستم از هفته صبح شروع کنم به عبارت دیگر کمالگرایی در شروع معنیش اینه بایستی یک لحظه بسیار خاص و مناسب وجود داشته باشه که من از اون لحظه استارتو بزنم و خیلی از مواقع این تعلل مال اینه باز امروز روز خوبی نیست امروز سردردم امروز نه میدونی چیه چون بعد از ظهر باید چیز بیاد امروز نمیدونم آب گرم خراب بود نتونستم همون برم یعنی اون لحظه موعود باید ابر و باد و مه و خورشید و فلک به نوعی همه در یه جهت قرار بگیرد تا اون روز موعود برسه که من کار رو استارت بزنم به نظر میاد در ADHD این شروع میکنه پررنگ شدن بازم حالا مکانیزمایی که روانشناسا و علوم شناختی گفتن دیگه بحث نکنیم بذاریم یه ذره کاربردی باشه ما پس ولی شما دوچار این حالت میشی در صورتی که نقطه مقابل این اصطلاحا میگن بپر تو گود جاست دو ایت منتالیتی جاست دو فقط انجامش بده کارت نباشه بابا همین الان که هست همین الان که مثلا منتظر اسنپی منتظر آجا همین الان که تا باز کن شروع کنی چند صفحه بخون و همین الان الان ده دقیقه وقت دارم میخوام همین تو ده دقیقه یه پاراگراف دو پاراگراف میتونی بخونی خط بکشی بنویسی نه بذار قشنگ برم اون کار رو انجام بدم بیام همومم رو برم لباسم رو چیز کنم نهارم رو بخورم شامم رو بخورم خونه رو مرتب کنم اون موقع سر ساعت پنج شروع میکنم بعد که میشه پنج دقیقه ولش کنم امروز خراب شد دوباره فردا یعنی از افت پس میبینی به دلایلی دوچار کمالگرایی در شروع میشن کمالگرایی در شروع یکی از بهترین پاسخ ها رو به just do it mentality میده یه دفعه به پرتو پس شما اگر تو کارت عقب افتادی احساس میکنی فس و فس میکنی دوچار چرخه فروز و فراز و فرود شدی باید به خود تمرین بده که همی الان مثلا فرض کن شما همین الان اینجا هستی ده دقیقه وقت داری بیا چند تا بشین پاشو انجام بده یا چند تا حرکت ورزشی انجام بده آخ الان من میخوام بدم بیرون بذار بعدش باید برم همون بعدش باید نمیدونم غذا خود، حالا خب چه اشکال داره شما که میگی اضافه وزن دارم نمیدونم چی الان یه ده تا بشین پاشو همی الان پاشو انجام بده الان که وقت شد باید قشنگ بزا برم نمیدونم گم کنم و بپوشم سپانم و بخورم کارم و انجام بدم سر ساعت دار. و عملا این هیچ وقت انجام نمیشه چه شده که این یک ارتباط تنگا تنگ با ADHD پیدا کرده اینم یکی از شاید بگم مکانیزم های جالبه و افراد میبینی هر لحظه که میخوام بپرن تو گود هی دارن فیس فیس میکنن هی دارن من من میکنن و اینقدر اون فشار زیاد میشه تا بعد از حمله پانیک دیگه تو هر شرایطی شد شروع خواهند کرد پس یکی از آسیب شناسی هایی که شما بتونی حل کنی کلی از مشکلات تل میشه فرانت اند پرفکشنیزمه یعنی یاد بگیرید در لحظه فل بداهه حتی کارهای جدی رو شروع کنید یه این خوندن این مبحث یا تایپ کردن پایان نامه خب همین الان شروع کن دو خطشو بزن دیگه همین الان شروع کن مقدمش. خب خوب در نمیاد الان ذهنم آماده نیست یکی از آمادگی هایی که اینا میگن نظر ذهنیه بذار کامل ریلکس باشم بذار کامل آروم شده باشم الان فکرم درگیر اونه الان منتظر تلفنم بذار این تلفنشو رو بزنه ببینم حرف حسابش چیه اینو که انجام دادم بعدش چشم خیالم راحت شد قشنگ لباس خونه میپوشم آروم حالا اونجا ایستادی دم در واقع پیشخان همین الان شروع کن یه ذره خوندن این مکانیزمیه که میتونه اون چرخه رو خراب کنه و طبعا میدونی که این دیگه با دارو درست نمیشه باز یه چیز دیگه که دیدن توی افراد مبتلا به ADHD اینا رو خیلی آزار میده اینه Parents Fortune Telling پیشگویی های والدین و یه اصطلاح قشنگ دیگه هم دارن این بر وزن رومینیشن نشخار ولی روینیشن هست روین روین به معنی ضایع کردن دیدن یه بخش عمده ای از آسیب در افراد مبتلا به ADHD فقط این نیست که حواسش پرت میشه خودکارش جا میمونه نمیدونم وقتی داره پاسخ میده مثلا نیست رو است میبینه سوال رو اشتباه جواب میده نمرش میفته کم کم والدین شروع میکنن پیشگویی کردند و افکار زایع ساز روینیشن تو خانواده رشد میکنه روینیشن زایع کننده مثلا میبینی متلک هایی که مادر میگه آره مواظب باش خودتو گم نکنی جا نمونی حالا داری میری مدرسه خودتو جا نذاری ببینی اینا کم کم هست یا این این چیزش بشه من بعد از اینکه مردم این مطمئن بشن که این فقط جا نمیدونم خونه رو میتونه پیدا بکنه لابد مارم گم میکنه جنازه مارم گم میکنه ببینی یک نوع در واقع پیش بینی های تمسخرآمیز به خاطر اون حواس هایی که شاید اونقدرم جدی نیست یا به خاطر اون تکانه ای بودن هایی که حالا درسته نسبت بقیه یه ذره شما رو میندازه عقب ولی اونقدر نیست که تمام زندگی شما رو داغون کنه چی زندگی شما رو داغون میکنه این پیشگویی که روی اون سوار میشه این روینیشن سات که بهش اضافه میشه این هیچی نمیشه این اگه تونست این الان من میدم حوزه کنکور هم گم میکنه مطمئن باش میره اونجا و اصلا جا میمونه این اون روز من فکر کنم اصلا یادش میره ساعت کوک کنه و بعد کم کم توی یک طرحواره معیوب افراد قرار میگیرند که من زایه کننده هستم آبرو ریزی میکنم همیشه خراب میکنم و خانواده میگه این آخرش چی نمیشه اگه شد من اسم ما عوض میکنم و این رو در واقع میشه گفت به نوعی دامن میزنند من قبلترا از پدیده ماتیو صحبت کرده بودم ماتیو افکت یادتون هست چی بود ماتیو افکت این بود که شما وقتی یه ذره توی یه چیزی جلویی اون یه چرخه ایجاد میکنه مثلا شما یه ذره زبانت نسبت به همکلاسی‌ها بهتره و وقتی شما در کلاس هستی معلم خیلی به شما پاسخ خوب میده بازخورد خوب میده کم کم هم مرتب از شما میخواد سوال جواب بدی اون جلو میشینی اعتماد به نفست میاد جلو بیشتر مشارکت میکنی هسته یه توجه قرار میگیری و بیشتر رشد میکنی اون یه کسی که یه ذره از شما عقبتره تره به فراموشی سپرده میشه ما اینو تو هم داریم دیگه اونی که یک دهم ده ثانیه که چه ارز کنم گاهی اوقات یک صدم ثانیه زودتر به خط پایان میرسه مدال طلا میگیره مشهور میشه رو جلد مجلات عکسش میره و وقتی رفت امکانات بیشتری براش سرازیر میشه شهرت پیدا میکنه و رشد میکنه و نفر دوم احتمالا میبینی خیلی از مواقع میگه مثلا کارگر ساده یک کارخونه یا مغازه شده برای اینکه اون این به میگن متیو افکت یعنی یه مقدار اندکی جلو بودن برای شما معجزه میکنه من این رو در مباحث قبلی تو اینستاگرام بسیار توضیح دادم مقوله موفقیت و شانس و غیره حالا شما فکر کن این عکس اونه یعنی شما یه کوچیک عقب از بقیه و اون یه کوچیک عقبتر بودن چگونه به کمک این افکار روینشن زایه کننده و غیره شما رو عقبتر تر میندازه پس میبینی داستان این نیست که اگر فرض کن آخه عجیبه من قدرت تمرکز و توجهم هم اونقدی هم که حساب میکنم پایین تر نیست و تازه دارو میخورم جبران میشه پس چرا دیگه خوب نمیشم برای اینکه این چرخه ها وارد عمل شده شما الان در 25 سالگی دیگه کسی کار جدی بهت نمیسپره میگه مواظب باشه امر گم میکنه این مواظب باش با این مزه بر گم میکنه عملا شما میبینی پایین و پایین میری پس ببین دشمن شما فقط اون مسئله تفاوت اندک کارکرد اجرایی نیست چرخه های دیگری است که روی اون سوار میشند این افراد خیلی سریع شروع میکنن مقایسه غیر کارآمد با دیگران مقایسه غیر کارآمد با دیگران یکی از آسیب شناسی های جدیه و جالبه رو مقایسه ها سر این امور ساده اتفاق میفته دیگه ببین مثلا دیگران چقدر حواسشون جمعه داریم میریم مسافرت چمدون رو درست هستن من مسواک یادم بیا خب مسواک جا مونده یه متیو افکت هم شاید برات ایجاد نکنه ولی این مقایسه کارآمد یا اون پیشگویی ها میتونه تاثیرگذار باشه همین باعث مشاجره با همسرم شد و این قضیه رو ادامه داد پس ببینی وقتی درمان میخوای بکنی چه بسا دیگه اصلاح اون عدم توجه و تمرکز اولویت نیست پس این دکتر اون دکتر برم من ده درصد ده درصد که چه کنم شاید پنج درصد توجه تمرکزم بره بالا اون نیست آنچه که هست اینه که دیگه اون مقایسه غیر کارآمد با دیگران رو متوقف کنی و میدونی مردم بسیاری از مواقع این جور جاها چقدر دستمایه تنز و تمسخر قرار میگیرند آدمایی که حواسشون جمع نیست آدمایی که یه جاهایی و دهنشون در میره یه اشتباهی میکنم میگه او حواسم یه لحظه رفت اینو گفتم در صورتی که این روان درمانیش چیه که افراد سیمتوم یا علامت خودشون رو بپذیرند احساس کن که آره همچون فاجعه هم نیست آره حتی گاهی شما دیدین مثلا اون طرحواره دانشمند فراموشکار خیلی هم اتفاقا جالب موهای جولیده ای داره و بعد بیاد اونجا مثلا سالن کلاس رو اشتباه رفته یا کتاب رو اشتباه ورده ولی نه تنها اون رو نقطه ضعف خودش نمیدونه بلکه اون رو نقطه قوت خودش میدونه که میگه ببین من اینقدر ذهنم پر مشغله است که اصلا یادم نمیمونه شما رو با اون اشتباه میگیره نمیدونم گوشیشو جا میذاره و اینا این رو مقایسه کارآمد با دیگران میکنه در صورتی که اون ADHD میبینی به خاطر اون ruination thoughts افکار زایی کننده برعکس میشه خب باز اتفاقهای دیگه میفته مثلا آگاه بودن به زمان و همین سادگی میتونه این تأثیر گذار باشه تخمین درستی از زمان بردن وقایع شکل نمیگیره اینم باز یک آسیب شناسی ثانویه هست یعنی وقتی از افراد میپرسند که خب فکر میکنی خوندن دیویس صفحه چقدر زمان میبره تخمینش معمولا درست نیست چرا درست نیست؟ اون افکار غیر محتاطانه خوشبینانه تو شکل گرفته و یکی از حوضه که اگر شما بخوای در واقع به جاده موفقیت برگردی اینه که بتونی دوباره تخمین درست از زمان رو به دست بیاری یعنی یه جوری متوجهشی که ببین مثلا پنجاه صفحه درس خوندن چقدر کار میبره اون خوشبینی غیر محتاطانه اینو خراب میکنه و چه بسا یکی از بهترین درمانها برای افراد مبتلا به ADHD این نیست که من برم دارو بخورم ریتالین بخورم چجور تو پنج ساله کمک میکنه تو پنج ساله اینا شکل نگرفته تو پنج ساله این باورهای ثانویه شکل نگرفته چرخه تعلل شکل نگرفته مقوله در واقع بررسی ناکارآمد شکل نگرفته هنوز اون روینیشن ثات ها افکار زایع کننده نهادینه نشده چه بسا اینو درست کنم تخمین درستی از زمان بردن وقایع فکر میکنی نوشتن این پایان نامه چقدر وقت میبره فکر میکنی امروز بری بانک همزمان کار بانکی تو انجام بدی بعد بری نمیدونم پلیس اون به اضافه ده چیه کاراتو انجام بدی اینو چند ساعت چقدر وقت میبره خیلی از مواقع دیدن اینا به خاطر اون خوشبینیه در واقع اکتسابیه غیر محتاطانه تو این تخمینا خطا میکنن و مثلا برای برنامه ای فرداش نوشته این کارها رو میخوام انجام بدم به خیال خودش هم برنامه ریزی کرده ولی نگاه میکنیم میگه هر کدوم از اینا دو ساعت کار میکنه میدونی از اینجا رفتن تا مثلا فرض کن شهرک قرب سعادت آبا چقدر وقت میبره از اینجا رفتن مثلا تا میدون کار... میدون انقلاب چقدر زمان برای شما خواهد برد تخمین ها همش خوشبینانه است چون یه جوری تو زندگیش نادینه شده که دقیقه 90 یه جوری شده خودم از این لابلاها میرسونم و بعد این پدیده هست که الان براش مشکل سازه نه ADHD ولی چون یه تشخیصی شنیده یا تو کودکی بهش گفتن فکر میکنه باید بره اونو درست کنه در صورت که چه بسا الان باید تایم اویرنس آگاه بودن به زمان و تخمین درست از زمان رو بتونه اصلاح بکنه پس ببینید چقدر مداخلات درمانی متنوع میشه و در این حال افراد ممکنه ساده انگارانه فکر کنن اگر اون پیچ تمرکزشون رو یه ذره ببرن بالا همه چی حل میشه در صورتی که این دیگه درست نمیشه شما حتی ریتالین هم بخوری و تو آزمون های تمرکز تمرکز مستمر بتونی خوب هم جواب بدی بازم این تخمینات جاش مونده دیگه یاد یه یادگیریه و این باعث میشه تو برنامه خطا کنی یه خوشبینی داری که فردا به همه کارا میرسن بعد که ساعت دوازده به کارا نمیرسی میبینی تو ترافیک گیر کردی عصبی میشی به هم میریزی تنظیم هیجانیت به هم میریزه و بعد این احساس میکنی که پس دیدی من مریضم من چقدر مشکل جدی دارم میگم در قسمت درمان اشاره خواهم کرد که این یکی از بهترین مداخلاتی است که شما میتونی انجام بدی یا دیگه چه چیزایی اتفاق میفته همینا که روی هم سوار میشه کم کم یک سری تروارا های ناکارآمد شکل میگیره من مغزم معیوبه من یک تشخیص عمده پزشکی دارم این ژنتیکیه گفتن این از کودکی بوده و چون الان تشخیص ندادی مغزت دیگه آسیب دیده و الان باید فقط دارو بخورم هیچ راه دیگه ای ندارم دارو هم اثر نمیکنه و به قول خارجی ها نو no واندر اثر نمیکنه عجب نیست اثر نمیکنه برای اینکه اون دارو تناکاری که میکنه اینه که اون گستره تمرکز شما رو یه مختصری افزایش میده ولی دیگه با اون ترواره های ناکارآمد احساس سربار بودن احساس بدهکار دیگران بودن احساس شرمگین بودن اون یادگیری که همیشه تو دقیقه 90 کارا رو انجام بدم اون پاندولی که الان دیگه نمیتونی نگرش داری یعنی یاد میگیره که اون لحظه آخر بزا به هر زوری جان کندنی هست مسائل هم کام اونها دیگه درمان نمیشه و شما میبینید پس یه تشخیص ساده چقدر میتونه جوانب داشته باشه و چقدر فرصت مداخله هست که افراد از اونها آگاه نیستند فقط فکر میکنن اون هسته رو باید درست کنی چه و چه بسا اون هسته دیگه اصلا خودش حل شده یعنی وقتی در سن 20 سالگی نگاش میکنی تمرکز و توجهش خیلی با بقیه دیگه فرق نداره اون مثال هیکل نحیف رو زدم که ازولانی نیست آره الان دیگه تو 20 سالگی ازولانی شده اینقدر کار کرده ورزش کرده دیگه مثل بقیه است پس چرا مثل بقیه شاد نیست پس چرا مثل بقیه موفق نیست پس چرا با مثل بقیه احساس خوب نداره برای اینکه این طرحواره ها این فرایند های ثانویه این, این مکانیزم ها و عادت های بعدی این چرخه فراز و فرود خیلی نهادینه شده یک کتابی هست که بخش قابل توجهی از ارایزم رو از اون استفاده کردم Rethinking Adult ADHD باز درباره ADHD بزرگ سالان راسل رمزی نوشتتش یکی از صاحب نظران و برجستگان این حوزه هست توصیه میکنم این کتاب رو بخونید Helping Clients Turn Intentions Into Actions کمک کردن به مراجعان برای تبدیل نیات و خواستاشون به عمل در مبحث سلامت روان در شرایط پرسترس به این اشاره کردم جمله معروف گوته بود که میگفت افکار زیادن افکار راحتن اصل اینه که افکارت را به عمل دراری یعنی اون در واقع دنده ها به هم وصل بشه و قدرت محرکه از موتور به چرخ ها منتقل بشه این هم در واقع این بحث رو کرده و در جلسه بعد یه مقدار راهکار خدمتون ارائه خواهم داد ولی فراموش نکنید برای اینکه اون راهکارا رو بتونید به کار ببندید و ازش استفاده بکنید باید این فرایند ها رو تو خودتون شناسایی کنید و در صدد اصلاح اونا باشید مثلا همون بومباست اکتیویتی رو من میتونم اصلاح کنم یعنی میگن فعالیت رو تو پخش کن خیلی ساده شروع کن فعالیت رو پخش کردن نزدیک امتحان میشه اجازه نده از ساعتی بیشتری کار کنی ولو اینکه از کنی ضرر خواهم کرد و بعد کم کم پخششون کن این نوسان رو آروم آروم بگیرش و این در دراز مدت و میان مدت برای شما تفاوت اصلی رو ایجاد خواهد کرد خب تا جلسه با.